مهیار منصوری و مریم علی شاهی معترضان بازداشت شده در آبان 98 همراه ما هستن. قرار باشون گفتگو داشته باشیم. وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه ما. ما کوتاه مرور کردیم از آنچه که بر شما گذشته. شما جزو کسانی بودید که در جریان اعتراضات آبان 98 بازداشت شدید و زندگیتون از همون زمان به معنی واقعی کلمه تغییر کرد. چه گذشت بر شما حین دستگیری و بعد از اون؟ میدونم که توضیحش مشکله. درود بر شما عزیزان و دست اندرکاران شبکه خوب ایران اینترنشنال. من مریم علیشاهی هستم و همراه پسرم دکتر مهیار منصوری جزء زندانیان سیاسی، فعال سیاسی و حقوق حیوانات که حدود یک سال و اندی در زندانهای حکومت جمهوری اسلامی اسیر بودیم و تحت شکنجه روحی و روانی و جسمی قرار گرفتیم و در واقع پیشینه فعالیت‌های ما برمیگرده به سال‌ها قبل که اینجا فرجه‌ای نیست برای بازگو کردنش. برمیگردیم به سال 98 طی فراخوانی که دوستان زدن برای جمع شدن در برای اعتراض به گرانی بنزین. ما هم بازنشر دادیم این مسئله رو که دوستانی رو که مایلن به ما بپیوندن و اینکه صبح روز 25 آبان 98 ساعت 10 صبح همراه پسرم از منزل خارج شدیم و از خدا رو شکر اون روز طوری بود که ما حدود 6 تا کیس فرشته های امدادی تو منزل داشتیم که دخترم باید رسیدگی میکرد. دخترم همراه ما نیامد چون همسرم خارج از تهران در بندر جاسک بود. به هر حال با پسرم راهی خیابون شدیم، خیلی از خیابون‌ها رو گشتیم، ترافیک زیاد بود. بالاخره روی پل زین الدین، بزرگراه زین الدین دیدیم شلوغه، بسیار زیاد شلوغه. ماشین رو زدیم کنار، پیاده شدیم، دیدیم که زیر پل در واقع توی اتوبان باقری دو دسته، یه دسته نقاب به صورتشون دارن، یه عده بسیجی‌ها دارن با سنگ و باتون ماشینا رو میزنن. ماشینا هم توی خیابون ایستاده بودن و نمیتونستن حرکت بکنن چون ترافیک بود و چند تا جوان هم گرفته بودن زیر پل نگه داشته بودن. ما بالا شروع کردیم شعار دادن، مردم رو تشویق بکنیم به این که اومدن بیرون خواستشون رو ابراز بکنن و وقتی که شروع کردیم خیلی مردم خیلی زیادی به ما پیوستن به دلیل ترافیک که وجود داشت. ما سعی کردیم با هر چیزی که جلوی دستمونه، لاستیک بود، میله بود، چوب بود، حتی تعدادی از جوانا لطف کردن گارد ریل رو کندن آوردن جلو که جلوی ماشینا رو طوری ببندن که نتونن برن که نیروهای گارد به ما نرسن. ولی خب به هر حال با تمام این فعالیت‌هایی که انجام دادن عزیزان، یه دفعه دیدیم حدود 20 تا 30 تا موتور یگان ویژه سپاه سارالله نزدیک ما شدن و دور کردن و دستگیر کردن ماها رو. خیلی ها فرار کردن، خیلی فرار کردن که بعدها شنیدیم اونا رو تو خونه کشیدن و آوردن و به هر حال دوربینایی که گرفته بودن، هر کیو گرفته بودن آوردن پیش ما. اینه که ما موندیم و دیدم که داشتم با یکیشون صحبت می‌کردم که دیدم یه راننده یه تاکسی که فهمیدم اطلاعاتیه داشت نشون میداد منو پسرمو، گفت اینو مادر اونو بگیرین، آقا رو بگیرین، با مادرش لیدر بودن و برگشتم دیدم پسرمو سه نفری ریختن سرش، سر گردنشو طوری گرفته بودن، کرده بودن توی بغل جدول خیابون. بهش رسیدم، فقط داد زدم، یکیشونو که پرت کردم زدن تو سینه من، منو انداختن تو خیابون، دستبند زدن ما رو بردن با ون. دستبند که زدن به همون دستا رو بستن، من پسرم طی حادثه‌ای که سال 88 همونطور که گفتم فعالیت‌های ما خیلی سال قبل، دستش قطع شده بود و روتیشن نداره، دستش رو طوری بسته بودن که خون رسانی نداشت. خواهش کردم ازشون، التماس می‌کردم، با قنداق تفنگ می‌زدن، گفتم اونا رو نزنید، منو بزنید، فقط دست بچه‌مو باز کنید، اون خون به دستش نرسه، عضو پیوند قطع میشه. دیگه بعد از 2 ساعت وان گذاشتن، بالاخره تونستن یه چیزی پیدا بکنن، یه الکتریکی ایستادن، یه چیزی گرفتن. شبم بود دیگه، دست بچه منو باز کردن و ما رو بردن به، فکر میکنم قرارگاه مالک اشتر بود، پایگاه مالک اشتر، چون از صحبتاشون اینطور متوجه شدیم. ما دست و چشم بسته بود و بردنمون توی زیرزمینی، اونجا چشمو باز کردن، یه سری به قول معروف پاسخ و پرسش اونجا داشتیم.
بعد یه مقدار به قول خودشون نرمش اسلامی داشتن با ما، و بعد از این زد و خوردها 4-5 ساعت بعد ما رو منتقل کردن به یه مدرسه. اونجا هم کلی بازجویی شدیم و چک و لغدایی که خوردیم، کتک هایی که خوردیم، بگذاریم بچه‌مو جلوی من بد جوری میزدن و بعد ما رو بردن. 6 صبح بود که ما رو منتقل کردن به زندان اوین. بعد از تحمل یک ماه انفرادی اوین که این یک ماه هر روزش توأم بود با بازجویی های پی در پی، از ساعت 11 صبح، 10 صبح، 2 بعد از ظهر شروع میشد تا ساعت 11، 12 شب، 10 شب، مدام بازجویی. و همونطور که پسرم گفت نوازش اسلامی به قول خودشون. و به هر حال دوران بسیار سختی گذشت به ما. بعد از اون یک ماه که خانم علی شاهی شما 8 سال و 6 سال حکم زندان براتون بریدن، چطور موفق به خروج از ایران شدید؟ درود بر شما دوستان عزیز و هموطنان و دستندرکاران. من این قسمت رو توضیح بدم خدمتتون. خواهر من با پیگیری های مداومی که داشت، حالا خیلی از اعضای خانواده خودمون میگفتن الکی میری و میای، اینا باید حکمشون رو بکشن، سیاسی ها شاید حتی بیشتر از حکمشون تو زندان بمونن، هزار و یک داستان هست. ولی خب خواهر من پیگیری کرد، بدو بدو کرد، رفت اومد. عین زمانی که ما زندان بودیم اون توی کمیسیون عفو، دادگستری، بیت رهبری، دفتر رئیسی، میگم رئیسی، دفتر روحانی، همه جا در رفت آمد بود که بتونه ما رو به نحوی از زندان خارج بکنه، که در نهایت با پرداخت یه مبلغی و گرفتن نامه از یه شخص خاص موفق شد برای ما یه مرخصی استعلاجی 5 روزه بگیره. که خب توی اون 5 روز ما همه چی رو گذاشتیم. من بیمارستان دامپزشکی که شریک شده بودم به تازگی، کلینیک دامپزشکی خودم رو بستم، تمام زندگی رو گذاشتیم و چک کردیم، دیدیم خواهر و پدر ممنوع خروج نیستن، براشون تیکت گرفتیم فرستادیمشون، که همون شب به ما قول داده بودن که ما رو از مرز رد میکنن. متاسفانه اون موقع نفری 6000 تا از 6000 یورو از ما گرفتن، اما نتونستن ما رو اون شب از مرز رد بکنن و عملا ما 2 ماه توی مرزهای ایران گروگان قاچاقبرا بودیم. هی انقدر بدین ما ردتون میکنیم، به هیچ عنوان نمیتونستیم از دستشون نجات پیدا بکنیم. خیلی چیزها دیدیم، خیلی اتفاقات برامون افتاد. یک بار توسط پلیس ترکیه مرز رو رد کردیم، توسط پلیس ترکیه دستگیر شدیم، ما رو برگردوندن به ایران. بعد از کتک‌های زیادی که خوردیم، البته دیگه تمام دوستانی که این مرزا رفتن میدونن برخورد پلیس به چه صورته، یه مقدار کتک خوردیم و برامون گردوندن ایران. دفعه بعدی که اقدام کردیم، به گشت مرزبانی ایران ما رو گرفت که خب با هویت جعلی و با پرداخت یه مبلغی به ماموران اطلاعات خوی موفق شدیم خارج بشیم. خلاصه بعد از 2 ماه ما تونستیم از مرزهای ایران فرار بکنیم، برگردیم تهران. 2.5 سال زندگی زیرزمینی داشتیم، از این خونه به اون خونه، نمیدونم، حتی توی خیابون. خیلی ساعت بود که ما توی خیابون میچرخیدیم بی هدف، جایی رو نداشتیم بریم. به هر حال پیش این آشنا، اون دوست، اون دوست و اقوام یه مدتی خونه گرفتیم. یکی از دوستان خونه در اختیار ما گذاشت، بعد از اون یه خونه رو خارج از تهران، حومه شهر، اجاره کردیم تا تونستیم مجدداً یه پولی رو جمع بکنیم و یه شخصی رو که حالا حکومتی بودن پیدا بکنیم. ما رو رد کردن با پاسپورت خودمون، پاسمون رو در آوردن، از گیت ردمون کردن، مهر خروج رو زدن و ما موفق شدیم بیایم ترکیه، که خب بابت هر نفر از ما $7000 گرفتن. ابتدا مادر رو فرستادم، 5 ماه بعدش موفق شدیم مجدد پول جور بکنیم تا خود من به ترکیه بیام، و خب الان هم در حال حاضر درگیر سایر ماجراها هستیم اینجا. سپاس بسیار و متاسفم از اون چه که میشنوم. مهیار منصوری و مریم علی شاهی، دو معترضی که در جریان آبان 98 بازداشت شدن و در حال حاضر در خارج از ایران به سر میبرن. متشکرم از حضورتون در برنامه.